بعد از 5 هفته جنگ نیروهای حماس با اسرائیل، شهر غزه رفته رفته به حال عادی برمیگردد. در سومین جنگ فلسطینیان و اسرائیل در این منطقه در 15 سال اخیر 67 اسرائیلی و نزدیک به 2000 فلسطینی کشته شدند. هنوز طرفین در مورد آتش بسی قطعی و پایدار به توافق نرسیدند. اما لغو بخشی از منع ماهیگیری فلسطینیان توسط اسرائیل به صورت نقطه امیدی برای صیادان فلسطینی درآمده است. با این حال اسرائیل میگوید اگر مذاکرات آتش بس بر اساس حقایق صحنه نبرد نباشد به جایی نخواهد رسید. اگر حماس فکر می‌کند که می‌تواند شکستش در صحنه نبرد را به پیروزی در مذاکرات صلح تبدیل کند، اشتباه می‌کند. اگر حماس فکر می‌کند که با پرتاب گاه به گاه موشک می‌تواند موافقت ما با امتیازی را کسب کند، اشتباه می‌کند. تا بازگشت آرامش کامل به اسرائیل، مصائب حماس ناشی از شکست سختش نیز ادامه خواهد یافت. حماس می‌گوید تنها راه جلوگیری از تهاجم دیگری توسط اسرائیل، گشایش بندر و فرودگاهی بین‌المللی در غزه است. اما یووال استینتس، وزیر اطلاعات اسرائیل، میگوید تأسیس فرودگاه و بندر بدون تضمینی برای اداره آن در حکم مجوز رسمی برای پرتاب موشک و راکت است. یوزی لانداو، وزیر جهانگردی اسرائیل، نیز میگوید حماس چندان فرقی با گروه‌های تندروی دولت اسلامی یا داعشی‌های سابق در عراق و سوریه ندارد و اسرائیل و بقیه دنیای آزاد باید تلاش کنند تا از رشد این پدیده در باریکه غزه جلوگیری کنند. یکی از وکلای مجلس فلسطینی هم میگوید در مذاکرات قاهره باید از طولانی شدن آتش بس بدون لغو محاصره غزه که حیله اسرائیل است جلوگیری کرد. فلسطینی‌ها هنوز خواستار پایان واقعی محاصره و تحریم غزه. آنچه پیشنهاد شده کافی نیست و نیاز داریم تا تحریم کاملا ملغا شود. این کار هنگامی امکان پذیر است که بندری بین‌المللی در باریکه غزه تأسیس شود که عبور و استفاده از آن را جامعه بین‌المللی تضمین کرده و اسرائیل نتواند در آن مداخله کند. یک شنبه و در اعتراض به حمله اسرائیل به باریکه غزه، تظاهر کنندگان برای دومین روز متوالی از پهلو گرفتن یک کشتی اسرائیلی در بندر اوکلند در کالیفرنیا جلوگیری کردند. تقریباً 3 سال پیش و بعد از عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه، تظاهر کنندگان از پهلو گرفتن و تخلیه بار یک کشتی دیگر اسرائیلی در همین بندر موقتاً ممانعت کرده بودند. سارا فردا، صدای آمریکا.